دوازده عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله سه عضو دائم این شورا در بیانیه ای تبعیز نظامند طالبان علیه زنان را محکوم کردند. این کشورها شامل برزیل، آلبانی، اکوادور، فرانسه، آمریکا، گابن، ژاپن، مالت، سوئیس، امارات متحده و بریتانیا می شوند. نمایندگان این کشورها در بیانیه این مشترک نوشتند که نقض آشکار حقوق بشر و تبعیض نظاممند و اقدامات طالبان علیه زنان می تواند مصداق آزار و اذیت بر اساس جنسیت باشد این دوازده کشور در بیانیه روز چهارشنبه سوم آبان تاکید کردند که تضمین شرایط برای مشارکت کامل زنان در تمام فرایندهای تصمیم گیری به پیش برد صلح و امنیت بین المللی کمک می کند. با وجود محکومیت های پیوسته سازمان ملل متحد و کشورهای اسلامی طالبان از هیچ یک از مواضع خود در قبال زنان عقب نشینی نکرده است به گفته نهادهای حقوق بشری طالبان زنان را از جامعه حذف کرده است طالبان از زمان تسلط بر افغانستان با صدور بیش از پنجاه فرمان محدودیت های گسترده ای را علیه زنان وز کردن. طالبان بسیاری از حقوق بنیادی زنان از جمله آموزش، اشتغال، سفر، ورزش و تفریح در پارکارا ممنوع کرده و برای توجیه مواضع خود در این زمینه آن را مبتنی بر شریعت و مسئله داخلی خود دانسته است. نهادهای حقوق بشری سیاست های منع آموزش کار و سفر را مصداق بارزی از آپارتاید جنسیتی توصیف می کنند.